صدها سرباز اضافی امریکا برای کمک به خروج امریکاییان و افغانها به میدان هوایی کابل رسیدند. ما این مردم را بیرون می کنیم. همین حالا نیز حدود 5000 نفر را تخلیه کرده ایم و نیت داریم که این رقم را افزایش دهیم. اما بیرون از میدان هوایی این روند وابسته به همکاری طالبان می باشد. در عین حال گزارش های داده شده است که طالبان مسیر ورود امریکاییان و افغانهایی را مسدود کرده است که ایالات متحده متعهد به حفظ جان آنان شده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که توجه نظامیان امریکایی بر مسئولیت میدان هوایی کابل متمرکز خواهد بود. در حال حاضر این توان را ندارم که ماموریت خود را به داخل کابل گسترش بدهم. پس از فرار محمد اشرف غنی از افغانستان، کابل به روز یکشنبه بسیار زود به تصرف طالبان درآمد. نوز مجبورن لافغانستان و استرشو ترچو د خونریزی او د کابل. ایالات متحده متعهد شده که روند خروج الا 12 روز آینده یعنی 31 ماه آگست تکمیل خواهد شد. اما به نظر نمی رسد که به خاطر بیرون کردن هر آن کسی که جانش در خطر است مدت باقی مانده کفایت کند. The fact of the matter is we are going to do as much as we can for حقیقت این است که ما هر قدر و تا هر اندازه‌ای که می توانیم تلاش می کنیم. اگر فرصت دو هفته باشد ما از حد اعظم آن استفاده خواهیم کرد. اگر فرصت اندکی طولانی تر باشد ما از حد اعظم آن استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور جو بایدن به روز چهارشنبه در یک مصاحبه با جورج استفاناپولس یکی از مجریان شبکه تلویزیونی ABC نیوز پیام امیدوار کننده برای نجات افغانها پس از پایان ماه آگست داشت. امریکایی ها باید بدانند که ما تلاش خواهیم کرد تا این ماموریت را قبل از 31 ماه آگست پایان دهیم. ولی اگر نتوانیم آیا سربازان ما خواهند ماند؟ اگر نتوانیم مشخص می سازیم که کی باقی مانده است. و اگر شهروندان امریکایی باقی مانده بود تا زمان بیرون کشیدن آنان باقی خواهیم ماند. یک پیام ناراحت کننده برای هزاران افغانی که در خطرند و باید بیرون شوند و متحدین امریکاییشان که برای بیرون کردن آنان نگرانند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.